پارامتر بعدی که میخوای به دست بیاریم مدول یانگ هستش. مدول یانگ از شیب منحنی توی ناحیه الاستیک به دست میاد. وابستگی که این مدول یانگ داره به قدرت پیوندها هستش. مثلا اگر یک ماده‌ای باشه که پیوندهای ما به صورت کووالانسی باشه، خیلی مدول یانگ بالاتری نسبت به یک ماده‌ای که پیوندها به صورت یونی باشه یا مثلا پیوند به صورت فلزی باشه داره. این مدول یانگ با توجه به تغییرات دما، یعنی اینکه مثلا تست کشششمون رو بخوایم در دمای 25 درجه سانتیگراد که دمای محیط هست انجام بدیم، همواره مثلا در یک خانواده ای از آلومینیوم های آلیاژی مشاهده بکنیم، واقعا تغییر چندان شارپی رو نداریم. خب مادر همین میگیم که مثلا دسته 2000 آلومینیوم هایی که حالا نبرد شدن یا مثلا کار سردشون انجام شده یه چیز مدولی آنگش. اما وقتی ما تست رو بخوایم در دماهای مختلفی انجام بدیم، 25 درجه، 100 درجه، 200، 300 و همینجور به بالا، مدولی هم تغییر میکنه. اما عملیات حرارتی و کار سرد تأثیر قابل توجهی روی مدول یانگ ما نمیذاره. تأثیر نه اینکه نذاره ها، اما واقعا اونقدری نیست که ما اصلا بخوایم اینو در نظر بگیریم. مقدر همین چشم پوشی میکنیم از اینکه این تأثیر رو بذاره. حالا من برای اینکه یک دیدی داشته باشیم نسبت به اینکه آقا مدول یانگ تو چه رنجی هست، یک سری متریال آوردم و مدول یانگشون رو هم نوشتیم. واحدی که برای مدول یانگ به دست میاد و استفاده میشه گیگاپاسکال هستش. موادی که مدول یانگ خیلی پایینی دارن مثلا در حدود 40 گیگاپاسکال یا 50 گیگاپاسکال هستش که معمولا مواد مثلا TNTZ، آلیاژهای TNTZ چون این مدولی دارن که بیشتر برای خواصی که به بایو مربوطه استفاده میشه. اما برای مواد دیگه مثل فولادها، حالا فولاد آستنتی که زنگ نزنه یا فولاد کربنی ساده، آلیاژهای تیتانیوم و آلیاژهای آلومینیوم میبینین که تو دماهای مختلف مدول یانگ چجوری تغییر میکنه و دما محیط دمای 250 و 425 درجه که مشاهده میکنین که با افزایش دما مدول یانگ همواره به صورت کاهشی داره خودش رو نشون میده. اما مدول یانگ روش‌های محاسبه زیادی داره. مثلا یک روشی که استفاده میکنن از همون منحنی تنش کرنشه، میان شیب ناحیه الاستیک رو در نظر میگیرن و مدول یانگ رو به دست میارن. اما برای اینکه ما بخوایم شیب رو از ناحیه الاستیک به دست بیاریم باید دستگاه بسیار مجهزی رو داشته باشیم. اما باز هم به دست آوردن مدول یانگ از طریق اون روش زیاد دقت بالایی نداره. اما روشی که معتبرتر هست و دقت خیلی بالایی داره روش اولتراسونیک که با استفاده از تابش اولتراسونیک به نمونمون و دریافت اون تابش میتونیم یک سری پارامتر رو به دست بیاریم. مدول یانگ رو میتونیم به دست بیاریم، مدول برشی و ضریب پواسون. شماتیکی که برای به دست آوردن مدول یانگ از طریق روش اولتراسونیک هست به این شکله که ما یه سورسی داریم که اولتراسونیک ویو تولید میکنه، به نمونمون برخورد میکنه، یه بازتابی میده و اولتراسونیک پالس ریسیور داریم که این موجهای اولتراسونیک رو جذب میکنه. یک معادله موجی به طور کلی وجود داره که مشاهده میکنین به چه صورته. اینجا یه سری پارامتر هستن که حالا جلوتر تعریفشون میکنیم چی هست، اما به طور خلاصه دو تا پارامتر مهمی که اینجا هستن، یه دونه تتاه. خب تتا والیوم استرینه، یعنی وقتی ما این موج اولتراسونیک رو بهش وارد میکنیم به اون نمونه، به صورت حجمی نمونه ما چقدر استرین پیدا میکنه. خب
باید بدونیم که اولتراسونیک یک موجی هست که مثلا انرژیش در حد میدیوم تا هایه، خب، و انرژی بالایی داره و میتونه یه والیوم استرین قابل توجهی که در حد محاسبه مدول یانگ هست رو به ما بده. یو اینجا چیه؟ یو خودش به سه تا نقطه تبدیل میشه که یو، وی و دبلیو هستش. هر کدوم از این نقاط میگیم که دیفورمیشن یک نقطه رو بهمون نشون میده. یعنی ما اگر در راستای ایکس در نظر بگیریم، آقا با توجه به این موجی که ما داریم اعمال میکنیم، اتم ها تو راستای ایکس چقدر دارن دیفورم میشن، خب، که هر کدوم از اینها اون موضوع رو به ما نشون میده. حالا در ادامه معادلاتش رو میاریم با هم دیگه نگاه میکنیم و در انتها این سه تا پارامتر رو که هست که مدول یانگ، مدول برشیه و ضعیف پوئسون هست، با یه سه تا معادله ساده که یه سری پارامتر رو باید به دست بیاریم تا اونا محاسبه بشه میبینیم که هستش. نمیخواد این معادلات رو حفظ بکنیم یا اصلا بنویسیمش، حتی من صرفا این مبحث رو برای این دارم میگم که بعدا اگر خواستین توی کارهای پژوهشیتون یه وقت مدول یانگ حساب بکنین، مثلا بدونین که باید از روش اولتراسونیک استفاده بکنین برای به دست آوردن مدول یانگ و به دست آوردن شیب منحنی کار درستی نیست. و در ادامه که توضیح میدیم دلیلش رو میگیم که چرا این واقعا درست نیست. فکر کنم اگر هم بخوایم این روش استفاده از اولتراسونیک رو به کار ببریم، باید به دانشکده های فیزیک توی دانشگاه های مختلف مراجعه بکنیم برای اینکه مدول یانگ رو محاسبه بکنیم نمونه‌مون.